سلام سهلا انصاری هستم ستلمن ورکر این ونکوور سکول بورد با یکی دیگه از برنامه های وایت بورد در آریا تیوی در خدمت شما هستم مطلبی که امروز میخوام راجع صحبت بکنم برنامه های تابستونی هستش که برای بچه های ما تو شهر ونکوور وجود داره تابستون اومده و خب برحال ما باید یه جورایی سرگرم کنیم بچه ها رو همجور که میدونین اگر علاقه داشته باشید بچه هاتون به تحصیلشون ادامه بدن توی هر شهری که زندگی میکنید از طریق آموزش پرورش اون, اون منطقه مذارت میخوام یک سری برنامه های درسی آفر میشه که به دو قسمت هستش یک سری برنامه های هستش که برای دانش آموزان دبیرستانی هست و یه بخش دیگهش برای بچه های ما که در سطح ابتدایی هستن خود برنامه های دبیرستانی هم شامل در واقع چهار قسمت میشه یکیش برنامه هایی هستش که به اسم در واقع واحد کامپلیشنه به این معنا که بچه های واحدی رو کم دارن و میخوان توی اون فرصت کم اون درس رو وردارن و کردیتش رو بگیرن به عنوان مثال خیلی از بچه ها سوشال استادی رو برمیدارن یا میخوان برای سال آینده یه خود درساشون سبکتر باشه ریاضیات علوم هر چیزی رو که آفر میدن برمیدارن یه بخش دیگهش که عنوانش از پریویو بچه ها میخوان بدونن سال آینده چه چیزی رو در نظر داشته باشن یا چطوری باید خودشون آماده بکنن یه دوره هستش از درس هایی که میخوان در سال بعد بگذرونن بخش سومش رمدیال هست اگر بچه ما از یه درسی نمره کافی نیاورده باشه و برای پس کردن یعنی قبول شدن تو اون درس این فرصت رو میدن توی دوره کوتاهی که توی تابستون هست اون درس رو مجددا بگیره نمره بگیره و پس بکنه معمولا این مدارس تابستونی خیلی کوتاه مدتن از هفته اول جولای شروع میشن و تا هفته اول آگست تموم میشن یه بخش دیگه ای هم که برای بچه های دبیرستانی آفر می کنن کلاس ELL یا English Language Learner هستش برای بچه که تازه اومدن و برای اینکه خیلی گپی نیفته بین درساشون توصیه می که این کلاس انگلیسی رو بردارن بخش بعدی برای بچه هستش که در حد ابتدایی درس میخونن باز این دو قسمت داره یکی بچههایی که انگلیسیشون در حد معمولی یعنی در حد رگولار مذارت میخوام هستش که میتونن انگلیسی و ریاضیاتو حالا کلاس اول دوم تا هفتم و بردارن یا اینکه فقط انگلیسی بخونن و امسال یه سری حداقل تو ونکوور اومدن این کلاس های آرت گذاشتن که فی پینگ هستش فی پینگ یعنی که شما هزینه باید براشون بدید اون قسمتی که من بخش اول به شما گفتم در واقع هزینه ای نداره البته موقع ثبت نام از شما یه مبلغی رو میگیرن که به این به عنوان دیپازیت در واقع نگه داشته میشه و وقتی بچه ها دوره رو کامل بکنن این پول به شما بر میگرده و چون کلاس ها خیلی کوتاه مدت هست یعنی یه چیزی حدود مکسیموم 6 هفته حتما بچه ها باید شرکت بکنن تو این کلاس ها و اگر سه بار غیبت داشته باشن دیگه نمیتونن اون کلاس ها رو تکمیل بکنن و معمولا بچه ها تو تابستون اگر دبیرستانی هستن دو تا درس رو بیشتر نمیتونن بردارن یعنی اگر من میخوام دو تا درس رو کامل بکنم بعضی میگن ما سه تا درس و چهار تا درس رو برداریم اولا عملی اصلا نیست به دلیل اینکه فوق العاده فشرده است و نمیتونن اینا در واقع نتیجه خوبی بگیرن این از برنامه هایی بودش که هر آموزش پرورش منطقه‌ای که شما توش زندگی می‌کنید آفر میده در کنار اون یه سری برنامه های تفریحی هست که ما معمولا خانواده ها رو تشویق میکنیم که حتما به این بخش بپردازن به دلیل اینکه خب هدف ما اینه که بچه ها برن توی این کلاس ها شرکت بکنن و در واقع به انگلیسی هاشون کمک بشه و یکی از برنامه هایی که تو تابستون توی شهر ونکوور یا هر شهر دیگه وجود داره کمپ های تابستونی هست معمولا شما هر منطقه که زندگی میکنید یه سری مراکز در واقع رک هستش که اونجا شما تشریف میبرین برای استفاده از کلاس های آموزشیش اینا هر کدوم سامر کمپ های مختلف برای سنین مختلف دارن که تو اینا بچه ها از طریق بازی های مختلف که زیر نظر کسایی هستش که دوره دیدن این برنامه ها برگزار میشه و به صورت هفته به هفته شما ثبت نام می کنید. حالا این برنامه ها یا از طریق سازمان مثل YMCA یا YWCA آفر میشه. اینا هر کدومشون هزینه ای داره که باید شما پرداخت بکنید. بعضی از اینا ممکنه که به شما تو پرداخت بخشی از اینا کمک بکنن که با توجه به جایی که زندگی می کنید باید حضوری تشریف ببرید با مسئولشون صحبت بکنید و ببینید که فرست در واقع نش... فاینانشال اید مذارت ایدی وجود داره براشون یا نه اما هدف چیه؟ هدف اینه که بچه ها بیان برن با یه سری گروه های سنی دیگه آشنا بشن و روابط و مهارت های اجتماعی رو یاد بگیرن بنابراین اگر معلم بچه شما توصیه نکرده که بچه شما حتما باید بره مدرسه تابستانی یا اصطلاحا سامر سکول ما واقعا پیشنهاد می‌کنیم که این برنامه های تفریحی رو های شما بردارن برای های دبیرستانی معمولا توی این کمپ ها یه سری داوطلب میگیرن داوطلب به عنوان کمپ لیدر هستن یا اینکه مراقب بچه های کوچیک باشن و خود این کارهای داوطلبی یه سری کردیت میده به این بچه ها که بتونن بعدا تو سالهای دبیرستان در هلا... وقتی که کلاس ده و یازه و دوازده هستن کلیم بکنن و بره جزو کارهایی رو که انجام دادن و در نهایت به مهارت های زندگیشون اضافه بکنه چون الان با روشی که س... مدارس در پیش گرفتن و مطمئنم که شما میدونید روش درسی مقداری تغییر کرده الان اومدن و تمرکز آموزش و پرورش روی مهارت زندگی اجتماعی بچه ها هستش یعنی میگن در این حال که بچه ها باید درس بخونن و خب دونستن دانش خیلی مهمه فعالیت اجتماعی برگردوندن به کامیونیتی در واقع کانتریبیوت کردن چیزی که میگنم از اهمیت خاصی برخوردار هستش و برای شما والدین عزیزم خب تو شهر ونکوور برنامه های بسیار زیادی هست اگر هر منطقه‌ای که زندگی میکنید به مناسبت های مختلف مثل روز کانادا یا شبای آتشبازی میتونید برید و خب با خانواده باشید ساعت خوبی رو با هم دیگه بگذرونید همینطور محله های مختلف مثل گرانویل آیلند حالا من چون تو ونکوور هستم از اینا رو میدم لانزلکی همیشه لایو میوزیک هستش و یه دلیل خوبیه برای دور هم بودن که بشه از این فرصت کوتاه برای با هم بودن استفاده کرد امیدوارم اطلاعاتی که اینجا دادم خدمتون براتون مفید بوده باشه فقط تاکید میکنم برای ثبت نام سامر سکول یه ددلاینی هستش که تا حدود اواخر ماه جون یا هفته اواخر ماه جون یا اواسط ماه جون شما میتونید این ثبت رو انجام بدید و چیزی که مهم موقع ثبت نام برای بچه هاتون حتما باید پرسونال ایژوکیشن نامبر بچه ها رو داشته باشید که بتونید برای مدارس تابستونی ثبت نام بکنید. برای همتون تابستون خیلی خوبی را آرزو دارم. روز و روزگار بر همه شما خوش.